قرارداد چرسی افغانستان، تکسی به شرکت استرالیایی و وضاحت گروه تا. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. 25 نوامبر و 4 قوس سال 1400 هجری شمسی است. پس از آن که خوستی سخنگوی وزارت داخلی گروه تا مدعی شد که این گروه و یک شرکت استرالیایی به خاطر پروسیس چرس در داخل افغانستان با همدیگر به توافق رسیدن، این شرکت ما در تازه ترین اظهاراتش خبر را تکذیب کرده است و گفته است اگر خلل و مشکلی در جریان کارهایشان در سراسر دنیا بابت نشر این خبر پیدا شود، راه های قانونی را جستجو می کند. یک شرکت طبی استرالیایی پس از آن که به اشتباه متهم به بستن قرارداد با گروه تا در زمینه تولید داروی از چرس با گروه تا شد، گفته است که کارهای آنها هیچ ربطی با چرس و یا گروه تا ندارد. روز گذشته سخنگوی وزارت داخلی گروه تا در بیانیه گفته بود که این گروه با شرکت موسوم به سین فارم به توافق رسیده است تا خشیش یا همان چرس افغانستان برای مقاصد دارویی استفاده شود. برخی خبرگزاری‌های افغانستان گزارش دادند که این شرکت استرالیایی است و در بسیاری از گزارش‌ها مربوط به این خبر شرکت سی فارم استرالیایی خوانده شد. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی گروه تا امروز در توییتی با عنوان وضاحت نوشته است که گفتگوی تا در زمینه مشتقات چرس با یک شرکت آلمانی با همین نام بوده است و نه شرکت استرالیایی. اما تاکنون از این شرکت که گروه تا میگویند آلمانی است بیانیه در این زمینه منتشر نشده است. آقای خوستی همچنان توضیح داده است که این شرکت بوته‌های شاهدانه را قبل از اینکه به مرحله تولید یا چرس برسد خریداری و سپس محصولات خودش را تولید میکند. شرکت استرالی سین فارم گفته است یک شرکت مشورتی کوچک با 17 کارمند است و کارشان تولید دارو نمی باشد. مدیر مالی این شرکت به خبرگزاری رویترز گفته است که در این زمینه ده ها تماس دریافت کردند. او از عدم دقت رسانه ها انتقاد کرده است و این ادعا را دروغ محض خوانده است. این شرکت گفته است که اگر پخش چنین خبری از سوی گروه تا به این شرکت آسیب برساند، اقدامات قانونی را علیه آنان روی دست خواهد گرفت. سخنگوی وزارت داخلی گروه تا مدعی شده است که این شرکت بیش از 400 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد و این کار برای بسیاری از شهروندان افغانستان شغل ایجاد میکند. انتشار خبر توافق گروه تا با یک شرکت خارجی در زمینه تولید و پروسس چرس روز گذشته سوم قوس توجه بسیاری ها را به خودش جلب کرد و سر و صداهای در شبکه اجتماعی به خصوص فیسبوک نیز بر آن انداخته بود. دولت های پیشین افغانستان کشت و قاچاق هر نوع مواد مخدر را در کشور ممنوع اعلان کرده بود. آن هم خشیش یا همان چرس به طور گسترده در مناطق مختلف افغانستان مصرف، تولید و قاچاق می شود. دسترسی مصرف کنندگان به چرس نیز در مناطق مختلف افغانستان خیلی آسان‌تر از تریاک و دیگر مواد مخدر است. اخیراً گزارش‌های از افزایش کشت کوکنار یا همان تریاک در افغانستان نیز منتشر شده است و خصوص در مناطق جنوب و جنوب غربی افغانستان گفته می شود که به صورت گسترده دهقانان شروع به کشت مواد مخدر از جمله تریاک کردند.